ضمن تبریک برای موفقیت شما در فینال جام جهانی فوتسال 1400، میخواستم احساس خودتون رو درباره این موفقیت به عنوان یک بانوی ایرانی بیان کنید. باید بگم که یک اتفاقی که شاید براش 20 سال زمان گذاشتین که تو مسیری که هستی به یک بزرگترین هدف و آرزوت برسی، فکر میکنم که هر کسی این تجربه رو داشته باشه و بزرگترین اتفاق زندگیش و آرزوی زندگیش برسه، فکر میکنم اون حالش و اون حس و حالش واقعا قابل بس نباشه. من خودم فکر نمیکردم شاید بتونم تو مسابقات جام جهانی آقای حضور داشته باشم و اینکه تا فینال مسابقات پیش برم یکی از آرزوهام بود، همیشه گفته بودم، ولی اینکه این به حقیقت بپیونده برام واقعا یک اتفاقی بود که تا آخرین لحظه باورش نمی‌کردم. چند سالی هستش که داوری رو شروع کردید و چه دوره‌هایی رو گذروندید؟ مشوق شما چه کسی و چه کسانی بودن؟ من دقیقا 17 سالم بود داوری رو شروع کردم. 20 ساله که داوری میکنم و مشوق اصلی من برادرم و خانوادم بود که توی این مسیر طولانی که خب شاید 20 سال پیش رو بخوایم با الان مقایسه بکنیم، شرایط، امکانات و محدودیت هایی که در اون زمان بود با الان خیلی متفاوت بود و فکر میکنم که تاثیر خیلی بسیار زیادی خانوادم در این مسیر و موفقیتم داشتن که تونستم اصلا در این داوری و ورزش بمونم با همه مشکلات و محدودیت ها و بتونم به هدف و اتفاق بزرگ زندگی برسم. که داوری فوتسال شغل اصلی شماست یا نه علاقه است و کنار این داوری فوتسال شما مشغولیت دیگه دارید، در واقع حرفه دیگه دارید به عنوان کار، و اینکه تأثیر اون به عنوان یک خانم، یک داور خانم توی زندگی شخصی و خانوادگیتون به چه صورت بوده؟ داوری که خب نه، من فکر میکنم که داوران خانم مخصوصا نمیتونن داوری یک شغل یا حرفه در نظر بگیرن، یعنی فقط میتونه یک علاقه باشه، یه عشق و علاقه باشه که باید یک درآمدی داشته باشن، شغلی داشته باشن، چون متاسفانه در بانوان بیشتر باید هزینه براش انجام بدی و همین دلیل نمیشه به عنوان یه شغل بهش نگاه بکنی که برات درآمدزایی داشته باشه یا بتونی زندگی تو با اون بگذرونی. من هم در کنارش بله کار دیگه دارم، مسئول مسابقات فوتبال بانوان هستم که در فوتبال فعالیت میکنم. تاثیر داوری فکر میکنم این که یا داوری یا ورزش فرقی نمیکنه. من همیشه میگم خانم هایی که در ورزش هستن بهترین و مهمترین درسی که ورزش به خانم ها میده، مخصوصا با توجه به امکانات و سختی هایی که میکشن، خیلی آدم های موفق تر و آدم های محکم تری هستن، به خاطر اینکه با تمام امکانات کمشون سعی میکنن نسبت به آقایون شاید بیشتر بجنگن، بیشتر تلاش بکنن، تو زندگی مقاوم تر و محکم ترن. به عنوان داور، در واقع داور بین المللی فوتسال، هم آقایون رو قضاوت کردید هم خانم ها رو، کدومشون براتون چالش برانگیزتر بوده یا در واقع میشه گفت سخت‌تر بوده؟ فکر میکنم قضاوت مسابقات آقایون، همیشه گفتم یه مقدار شاید به خاطر اینکه سرعت بالاتری داره، قطعا تصمیم گیری ها سریع تره، شما باید در یک زمان خیلی کمتری تصمیم بگیری و همین دلیل قضاوت بازی آقایون از خانم ها میتونه سخت تر باشه.